کمیساریای عالی سازمان ملل متحد اعلام کرده که افغانستان یکی از کشورهای با بیشترین خطر تغییرات اقلیمی است. این نهاد حامی پناهندگان گفته که سیلاب‌ها و تندبادهای اخیر خسارت‌های زیادی به مردم وارد کرده و بسیاری از آنها به چادر و سرپناه، حمایت، خدمات بهداشتی و مشاوره‌های روانی نیازمندند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR پیشتر اعلام کرده بود که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 145,000 نفر در 33 استان افغانستان از آفات طبیعی متاثر شدند. از اواسط اردیبهشت امسال استانهای مختلف افغانستان شاهد بارندگی و سیلابهای شدیدی بودند که صدها نفر بر اثر آن جان باختند. در تازه ترین موارد، سیلاب در شهرستان مرکز بهسود میدان بردک خسارتهای هنگفتی بر جای گذاشته است. ساکنان این شهرستان که همه شیعیان هزاره هستند، میگویند شب گذشته در اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب دست کم 15 باب منزل مسکونی، صدها هکتار زمین زراعتی، راه‌های مواصلاتی و کانال‌های آبیاری به شکل کامل تخریب شده است. به دلیل مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و نبود خدمات مخابراتی و اینترنتی، تاکنون از میزان دقیق خسارات مالی و تلفات انسانی این رویداد گزارشی منتشر نشده است. از سوی دیگر، ساکنان محل طالبان را به بی‌تفاوتی در برابر مردم متهم کرده و از مؤسسه‌ها و نهادهای امدادرسان خواهان کمک رسانی به آسیب دیدگان این سیلاب شدند.